البته اونها جز قابلیت های جدید اسکل سرور هستند البته در اسکل سرور 2005 هم وجود داشتند، در اسکل 2008 یه مقداری توسعه یافته تر شدن در این چند قسمت ما قصد داریم به به یوزر دیفاین فانکشن ها که تازه خود اونها دو نوع هستند. دقت کنید UDF یا User Defined Function ها خودشون دو دسته هستند. توابعی که یک مقدار برمیگردونن توابعی که یک دست رکورد برمیگردونن توابعی که یک دست رکورد برمیگردونن مشابه عمل کرده ویو ها رو دارن با این تفاوت که خود اونها یک ورودی دارن اما توابعی که مقدار برمیگردونن یا اسکالار فانکشن ها یک یا چند ورودی میگیرند و یک مقدار بر اساس نوعی که در اونها تعریف میشه برمیگردونه حالا با هم دیگه یک نمونه از ساخت توابع اسکالار رو با هم دیگه بررسی میکنیم وارد محیط اسکیل سرور میشیم باز برای این کار دو راه داریم یکی با دستور کریت این کار رو انجام بدیم و خودمون اسکریپت رو تا پایان بنویسیم یا اینکه به سراغ بخش پروگرام ابیلیتی رفته و در قسمت فانکشنز وارد بشیم حالا همونطور که گفتیم فانکشن ها اسکالار و تیبل ویود دارن سراغ اسکالار ها میریم و با انتخاب نیو اسکالار یک فانکشن جدید از نوع اسکالار میتونیم ایجاد کنیم باز کامنت هایی داره که برای اینکه شلوغ نشه صف همون اونها رو میتونیم برداریم خب کرییت فانکشن اسکالار فانکشن نیم مثلا مای فان این قسمت رو دیگه میتونید فعلا استفاده نکنید خب حالا یه تعدادی پارامتر از شما سوال میکنه فانکشن بدون پارامتر نداری خب مثلا ات آیدی از نوع اینتجر حالا یه نوع درخواست میکنه که باید این نوع رو برگردونه دقت کنید مثلا مقدار برگشتی اون رو هم من اینتجر تعریف میکنم خب حالا دقت کنید در اینجا بدنه نوشته میشه بدنه تابع مثلا من یک متغیر تعریف میکنم حالا دقت کنید ات آی به اضافه ات آی دی بعد هم یک ریترن احتیاج داریم که اون رو هم قرار میدیم ات آی رو باز می میبینید که فانکشن من ایجاد شد این فانکشن چه کاری انجام میده یک عدد دریافت میکنه حالا اگر که یک مقدار هم به آی من بدهم مثلا 5 خب حالا هر مقداری که من وارد بکنم با آی که پنج هست جمع میکنه و مقدار اون رو بر مثلا مثال بزنم مواردی بوده که ما مجبور شدیم تاریخ ها رو به صورت میلادی بکنیم همون فیلد دیت تایم عادی حالا برای این که بعد از زده شدن یک کوئری توی گزارشاتمون یا حالا هر جای دیگه تاریخ رو قصد داشتیم نمایش بدیم مجبور بودیم تاریخ شمسی نمایش بدیم اینجا بوده که یه فانکشن نوشتیم و تاریخ میلادی رو به شمسی تبدیل کردیم یعنی نوع بازگشتی اون تابه یک کاراکتر دهتایی بوده و نوع ورودش هم یک فیلد دیت تایم یه فرمول توی این بدنه تولید کرده بودیم که تابه رو به وضعیت شمسی در می آورد و بعد اون رو ریترن می کرد این یک نمونه از توابع هست که به صورت اسکالار وریو عمل می کنن و نمونه رو ما با هم دیگه ایجاد کردیم مبحث توابع یه مقداری پیشرفته تر هست و باید بیشتر روی اون صحبت بکنیم دعوتتون میکنم بخش بعدی رو ببینید ادامه مبحث توابع رو و نوع استفاده دیگری از توابع رو با هم دیگه ببینیم